نه، من خانه ای ندارم، سقفی نمانده است. دیوار و سقف خانه من همین است که می نویسم. هوشنگ گلشیری، داستان نویس صاحب نام معاصر، در سال 1316 در اصفهان به دنیا آمد. در کودکی همراه با خانواده به آبادان رفت. خود وی دوران زندگی در آبادان را در شکلگیری شخصیت خود بسیار مهم می دانست. اقامت در آبادان از 1321 تا 1334 باید شکل دهنده حیات فکری و احساسی من باشد. پدرم کارگر بنا، سازنده مناره‌های شرکت نفت بود و ما مدام از خانه‌ای به خانه دیگر می رفتیم و همه‌اش هم بازی و بازی می کردیم. فقر هم بود، اما آشکار نبود، چون همه مثل هم بودیم و عالم بی‌خبری بود. من فکر میکنم که ما داستان کوتاه، در عرصه داستان کوتاه چیزی برای جهان داریم از نویسندگان متفاوت و میتونه به غنای ادبیات جهان این داستانها کمک کنه. من امیدوارم که این حضور بنده در عرصه ادبیات آلمان و در فرانسه به خصوص و در اندکی در زبان انگلیسی و دوستان دیگه من مثل کارهای دولت آبادی یا معروفی یا دیگران سبب بشه که ادبیات ایران در جهان حضور جدی پیدا کنه و نسلهای بعد هم ترجمه بشن و ما سهم خودمون رو از ادبیات جهان به حساب بگیریم. البته میدونم که باید خیلی تلاش کرد. از 1334 تا 1352 در اصفهان زیستم. تا 37 آموختن و خواندن بود و آشنایی از درون با سنت‌های ریشه دار، آن هم آدمی که یلخی بار آمده بود و در خانه شون. ما 6 بچه بودیم و یکی هم بعد آمد و مسکن ما اتاقی کوچک بود و صندوق خانه. تابستان‌ها هم کار می‌کردیم، در بازار، در کارخانه، مدتی هم در دکان رنگرزی و خرازی و بالاخره در دکان قنادی. مدتی را هم در تهران در خاک برداری زمینی که قرار بود برق آلستوم فعلی بشود کار کردم، اما بالاخره از دفتر اسناد رسمی سر در آمد. در سال 1338 تحصیل در رشته ادبیات فارسی را در دانشگاه اصفهان آغاز کرد. آشنایی با انجمن ادبی صائب در همین دوره نیز اتفاق مهمی در زندگی او بود. گلشیری کار ادبی را با جمع‌آوری فولکلور مناطق اصفهان در سال 1339 آغاز کرد. سپس مدتی شعر می سرود. خیلی زود دریافت که در این زمینه استعدادی ندارد. بنابراین سرودن را کنار گذاشت و به نگارش داستان پرداخت. وی بعد از مدتی همراه با تعدادی از نویسندگان نواندیش جلسات یا حلقه ادبی جنگ اصفهان را پایه‌گذاری کرد. وی خسته کننده بودن زندگی کارمندان دونپایه در شهرهای کوچک را در داستانهای اولین کتابش به نام مثل همیشه در سال 1347 ماهرانه تصویر کرد. حالا برمیگردیم به مسئله این که ما یک شاخه رئالیستی داریم داستان نویسی ما و این باید وظیفش انجام میداد و اندکی انجام داده. ما شاخه‌های دیگه ادبی هم داریم. مسئله در اروپا معلومه، بالزاک میاد، فلوبر، استاندار و بعد عصر دوره رئالیسم تمام میشه و به نقد دیگه مثلا فرض کنید ادامه بدم دیگه مکتبای مختلف پیدا میشه. ما ناهمزمانی داریم، با تهران مخوف شروع میکنیم، بعد ناگهان و ببینید ترجمه های زرعتی چی فرمودن. اینن در داستان نویسی ما اتفاق افتاد، یکی به یکی بود، یکی نبود، منشر میشه از اصل یک در حالی که یولیسس جویس منشر شد. از بختاوره ها به احتیاج هم داره برای اینکه جامعه اونو بشناسن، برای که سیاسی همون نمیشناسن. اشکال تو رمانه رئالیسم سوسیالیستی بود که به دستور مینوشتن، برای اینکه مقایسه کنید همسایه ها رو مقایسه کنید با داستان یک شهر و زمین سوخته. ببخشید من داستان یک شهر را داستان قوی رئالیستی میدونم، ضعفایی هم داره، ولی مقایسه شون با زمین سوخته که به دستور حزب نوشته شده شوخیه نداره. میگه مقایسه شون نگاه کنید، اون میگم داستان یک شهر یک داستان با ضعفاش یک داستان رئالیستی است
زمین سوخته یه داستان رئالیسم سوسیالیستی ژدانوفی هزیست اتفاقا احتیاج به داستان رئالیستی. همه جا در مورد من نوشتن که با شعر شروع کرده است. قضاوت ها بر اساس آثار چاپ شده است البته. حقیقت این است که حداقل دو کار چاپ نشده و بسیار خام هنوز هم دارم که باید مال سال 37 باشد. یعنی وقتی که در دفتر اسناد رسمی کار میکردم. پس از گرفتن دیپلم معلم شدم، در دهی دور افتاده در سر راه اصفهان بیست. یک سالی در تودش و بعد مرکز آن ناحیه کوه پایه گذراندم که برای من بسیار راهگشا بود. با آدمی آشنا شدم که جدیدترین رمان‌های چاپ شده را می‌خواند و به من هم می‌داد. مصطفی پور که از سوی با بهرام صادقی آشنا بود و از سوی دیگر خود هم می‌نوشت، سبب شد تا من مستقیماً به پیشروترین روشنفکران زمان وصل شوم، آن هم از راه مطالعه. یکی از اقدامات تاثیرگذار و مهم گلشیری، تشکیل کارگاه‌های داستان و پرورش نسل تازه‌ای از نویسندگان ایرانی بود. وی جلسات هفتگی داستانخوانی و نقد داستان را از سال 1362 تا پایان عمر خود در هر شرایطی به صورت مستمر برگزار کرد. وی در سالهایی که کارنامه را منتشر می کرد، جلسات نقد شعر و داستان را در دفتر مجله برگزار می کرد. گلشیری همکاری خود را با مطبوعات از جوانی آغاز کرد. وی برخی آثار خود را در نشریاتی مانند پیام نوین، کیهان هفته و فردوسی به چاپ رساند. پس از راه اندازی جنگ اصفهان نیز گلشیری شاخص‌ترین چهره و به گفته منتقدی سخنگوی پرنفوذ این جریان به شمار می‌رفت. پس از انقلاب نیز گلشیری فعالیت روزنامه نگاری را ادامه داد. وی از اواخر سال 1364 با همکاری با مجله آدینه از اولین شماره آن و پس از آن دنیای سخن و پذیرش مسئولیت صفحات ادبی مفید برای 10 شماره دور تازه‌ای از کار مطبوعاتی خود را آغاز کرد. سردبیری ارغوان که فقط 1 شماره منتشر شد آن هم در خرداد ماه سال 1370 و سردبیری و همکاری با چند شماره نخست فصلنامه زنده رود در سالهای 1371 تا 1372 ادامه فعالیت‌های مطبوعاتی او تا پیش از سردبیری کارنامه بود. سردبیری ماهنامه ادبی کارنامه را در تابستان 1377 بر عهده گرفت و نخستین شماره آن را در دیماه همین سال منتشر کرد. این مجله در حقیقت پایگاهی بود برای نویسندگانی که در دهه پیشین امکان انتشار آثار خود را نداشتند. در این دوره جلسات بررسی شعر و داستان نیز به همت او در دفتر کارنامه برگزار می شد. 11 شماره کارنامه به سردبیری او پس از مرگش در خرداد ماه 1379 منتشر شد. در صورت توی ایران کامپیوترم هست، دیسکتم هست، کتاب‌های زیرزمینی هست، زیراکس هست، سامیزداد هست و سانسورم هست، کشت و کشتارم هست، همش با همه. مثلا به عنوان نمونه اگر کندرا به دست ما میرسه پر از سنخته است و مثلا نوشته های میلان کندرا به دست ما میرسه پر از سنخته است، یا داستان های دیگه پر از سنخته است، بعد ما میتونیم تخیل کنیم ببینیم که چی شد. مثلا من یه مثالی بزنم براتون، اگر ما در یک داستان ساده بنویسیم پسر دختر را بوسید، اگر جاش سنخته بگذارن شما چه فکر میکنید؟ شرکت در جلسات انجمن صائب زمین ساز آشنایی با برخی اهل قلم آن روز اصفهان شد که در نشست‌های ادبی دیگر تداوم یافت. آشنایی با برخی فعالان سیاسی در این جلسات او را وارد عرصه فعالیت سیاسی کرد که به دستگیریش در اواخر سال 1340 انجامید. گلشیری در پایان شهریور ماه 1341 از زندان آزاد و در همان سال از دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شد. چند ماهی زندان مرا از درون با اعضای حزب توده آشنا ساخت.
بسیاری از داستانهای سیاسی من با جهتگیری چنان حزبی شکل گرفت. مثل عکسی برای قاب عکس خالی من، هر دو روی یک سکه، یک داستان خوب اجتماعی و بالاخره بعدها جبه خانه. بعد از زندان ما جوانان از کهنه سرایان جدا شدیم و انجمنی جداگانه درست کردیم بر سر قبر صاحب. در این زمان دیگر چند شریک داستان از من در مجلات پیام نوین، فردوسی و کیهان هفته به چاپ رسید. نشست های ادبی که به دلیل حساسیت ساواک در خانه ها ادامه یافت، هسته اصلی جنگ اصفهان شد. جنگ اصفهان شماره اول در سال 1344 همینطور درآمد. هسته اصلی اصحاب جنگ به ترتیب الفبا اینها بودند: محمد حقوقی، اورنگ خزرایی، روشن رامی، رستمیان، جلیل دوستخواه، محمد کلباسی، من و برادرم احمد. گلشیری و تعدادی از یاران جنگ اصفهان در سال 1346 همراه با عده‌ای دیگر از اهل قلم در اعتراض به تشکیل کنگره‌ای فرمایشی بیانیه‌ای را امضا کردند و با تشکیل کانون نویسندگان ایران در سال 1347 به عضویت آن درآمدند. در سه دوره فعالیت کانون در جهت تحقق آزادی قلم و بیان و دفاع از حقوق صنفی نویسندگان، گلشیری همواره از اعضای فعال آن باقی ماند. در دوره‌های دوم و سوم فعالیت کانون به عضویت هیئت دبیران نیز انتخاب شد. رمان شازده احتجاب را در سال 1348 و رمان کریستیان و کیت را در سال 1350 منتشر کرد. میمنت میرصادقی در کتاب رمان‌های معاصر فارسی جلد اول درباره شازده احتجاب چنین می‌نویسد: در رمان کوتاه شازده احتجاب از قدرت و زوال خاندانی سخن گفته می شود که چندین سال جابرانه بر ایران حکومت کردند و فرزندان آنها با از دست دادن پایگاه حکومت اجدادی تنها و منزوی و رنجور از بیماری های جسمی و روحی باری از احساس گناه و بیزاری از فجایع اجداد را بر دوش می برند. در حالی که حوزه اقتدار و زورگوییشان به خانه قدیمی با دیوارهای بلند و حوزه آبی گندیده با مایه‌های مرده محدود شده و حرمسرایشان زنی است که در این حال کلفت و خانم خانه است. عقیم بودن شازده احتجاب و مرگ او در اتاقی که بوی نام می‌دهد و گرد و غبار عکس‌های کهنه و موریان خورده آن را پوشانده، اشاره‌ای است به اضمحلال اشرافیت و مرگ ناگزیر آن. زنده ماندن مراد، کالسکچی پیر و افلیج که روزی در خدمت شازده و خاندان او بوده و هر بار خبر مرگ یکی از افراد خاندان و سرانجام در تصور شازده خبر مرگ شازده را برای او می آورد، با این اضمحلال و مرگ تقابل پرمعنایی دارد. نمیدونم. بده ببینم دختر. دست به ماشه نزن. ترسیدی شازده؟ بوده. دست پخت جد کبیره حتما. تا حالا چنین شکاری نزده بودیم. حال من فلواقع خوب شد. نوکرها سه تاق شال با دو عرض با 300 تومان پول نازشت دادن. سیامک وکیلی در نقد شازده احتجاب می نویسد: وجود مثبت‌ها و منفی‌ها در کنار یکدیگر ویژگی تردید را به نثر داده است و این ویژگی مفهوم تردید در داستان را بهتر نمایان کرده.
از این رو میتوان گفت که نثر داستان شازده احتجاب نثری بسیار ساده، روان، زیبا، دقیق و هماهنگ با داستان است. اما در مورد شازده احتجاب آنچه که در این داستان رخ میدهد با آنچه که در همه جای جهان و در سراسر تاریخ روی داده و میدهد در کلیات همانند است. اما آنچه که این داستان را ایرانی میکند همان شیوه و کیفیت رویدادها و رابطه ها و سنت ها و آیین ها و روش اجرای آنهاست که درباره اش گفته شده است. مهارت نویسنده در توصیف زنده و جاندار این ویژگی ها شگفتی آفرین است. در اواخر 1352 برای بار دوم به مدت 6 ماه به زندان افتاد و به مدت 5 سال نیز از حقوق اجتماعی از جمله تدریس محروم شد. ناچار در سال 1353 به تهران آمد. در تهران با بعضی از یاران قدیمی جنگ که ساکن تهران بودند و عده دیگر از اهل قلم جلساتی هفتگی برگزار کردند. مجموعه داستان نمازخانه کوچک من و جلد اول رمان بره گمشده رایی در سال 1354 حاصل همین دوره بود. در این سال نمایشنامه از او به نام سلامان و آبسال به روی صحنه آمد. این نمایشنامه هنوز منتشر نشده است. در سال 1354 تدریس در گروه تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را به صورت قراردادی آغاز کرد. در پاییز سال 1356 گلشیری در 10 شب شعری که کانون نویسندگان ایران با همکاری انجمن فرهنگی ایران و آلمان انستیتوی گوته در باغ این انجمن برپا داشت، سخنرانی با عنوان جوانمرگی در نثر معاصر فارسی ایراد کرد. در بهمن همین سال برنده جایزه فروغ فرخزاد شد. صحنه ادبیات ایران بسیار متنوع، همینطور که دوستم نوید گفت، زنان در شرکت دارن، گردانی مثل خانم دانشور گرفته تا سیمین بهبانی تا روانی پور یا شهرنوش که در امریکاست، و جوانترها که مثل پیرزاد و دیگران. مردان هم نسلای بعد دارن میان که گاهی اوقات من حسادت میکنم. من کمتر در داستان نویسی ایران حسادت میکنم، ولی اخیراً دارم کم کم حسادت میکنم که کارهای بهتری هم دارن مینویسن. گلشیری بره گمشده رایی را در بهار 1357 منتشر کرد. وی در این داستان بلند پوچی و بیهودگی روشنفکرانی را تصویر میکند که هیچ امیدی به آینده ندارند و زندگی را با لاابالیگری میگذرانند. گلشیری محیط زندگی و شیوه گذران این روشنفکران را آنچنان زنده تصویر می کند که گویی خود در بطن ماجرا بوده است. در تابستان 1357 برای شرکت در طرح بین المللی نویسندگی به آیوا سیتی در امریکا سفر کرد. در چند ماه اقامت در خارج از کشور در شهرهای مختلف سخنرانی کرد و در زمستان 1357 پس از بازگشت به ایران به اصفهان رفت و تدریس در دبیرستان را از سر گرفت. من در سال 58 دوباره دبیر شدم. در اصفهان دفتری تشکیل شد به اسم دفتر مطالعات فرهنگی و ضمناً در کانون مستقل فرهنگیان فعال بودم. گاهی هم برای جلسات مهم کانون به تهران می آمدم. در همین سال 58 با همسرم فرزانه طاهری که مترجم است ازدواج کردم و آخر سال به تهران منتقل شدم. به همان دانشکده هنرهای زیبا که پس از انقلاب فرهنگی گمانم در سال 1360 بود که حکم اخراجم را از اونجا. گلشیری در اواسط سال 1362 جلسات هفتگی داستانخوانی را که به جلسات پنجشنبه ها معروف شد با شرکت نسل جوانتر خود آغاز کرد. در این جلسات که تا اواخر سال 1367 ادامه یافت، نویسندگانی چون مرتضی ثقفیان، محمود داوودی، کامران بزرگنیا، محمد رضا صفدری، اصغر عبداللهی، ناصر زراعتی، آذر نفیسی، علی مؤذنی، عباس معروفی، منصور کوشان و منیرو روانی پور شرکت داشتند. در این جلسات آثار منتشر شده ای از شهرنوش پارسیپور، سیمین دانشور، تقی مدرسی، محمود دولت‌آبادی، رضا جولایی، ابوالحسن نجفی، رضا براهنی، نجف دریابندری و اکبر رادی نیز با حضور خود آنها نقد و بررسی شد. چه
مراد با پای شکستش بیرون کردی تا بره ایشام اونجا بشینه ما این حرفا رو بزنه. من دادم یک صندلی چرخدار براش درست کردم، زنش که مرد یک زن براش دست و پا کردم تا بلکه یک گوشه بشینه، اما مگه ولکن بود؟ ظهر نشده با همون صندلی چرخدارش میومد از خیابان وسط باغ میگذشت، بعدم با کمک حسنی از پله ها میومد بالا. من که صدای قشقش چرخ ها رو میشنیدم میفهمیدم که باز اومده بگه شازده غلام رضا خان عمرش رو داد به شما. جبه خانه در سال 1362 و حدیث ماهیگیر و دیو در سال 1363 منتشر شد. در سال 1368 در اولین سفر به خارج از کشور بعد از انقلاب برای سخنرانی و داستانخوانی به هلند و شهرهای مختلف انگلستان و سوئد رفت و در سال 1369 در شهرهای مختلف آلمان، سوئد، دانمارک و فرانسه سخنرانی و داستانخوانی کرد و در بهار 1371 به آلمان، آمریکا، سوئد، بلژیک و در بهمن 1372 هم به آلمان، هلند و بلژیک سفر کرد. گلشیری تدریس ادبیات داستانی را که پس از اخراج از دانشگاه مدت کوتاهی در دفتر مجله مفید ادامه داده بود، در سال 1369 با اجاره محلی در تهران و برگزاری کلاس‌های آموزشی و جلسات آزاد ماهانه از سر گرفت. در این دوره که به دوره تالار کسرا معروف شد، ابوالحسن نجفی، محمد علی سپانلو و رضا براهنی نیز به دعوت گلشیری کلاس‌هایی برگزار کردند. برخی از آثار گلشیری عبارتند از مثل همیشه 1347، پنج گنج 1368، دست تاریک دست روشن 1374، حدیث ماهیگیر و دیو 1363، شازده احتجاب 1348، بره گمشده رایی 1356، آینه های دردار 1370، جننامه 1376. رفیق راه پیری من است این درد، گفتن ندارد. به قول استاد کلوخه غم را باید به آب دهان خیس کرد و به زبان هی چرخاند و چرخان و بعد فرو داد. گفتن ندارد. آمده است که مثلا مرا ببیند، میبیند که من افتادم اینجا، این دوتا دیلاغ را میبیند که ندیم من اند شب و روز. آن وقت میگوید نمیدانید تاکسی چقدر گران شده است، تا نگوییم 100 تومان داد نزنیم 200 تومان میدان ونک حتی نگاه آدم نمی کنن. گوشت با من است امینه جان؟ دروغ میگوید امینه، باور کن من میشناسم این مردم را. اگر شاد باشند سورسات بزمی را بخواهند بچینند، اول پرده‌هاشان را کیپ تا کیپ می‌کشند. اما وای اگر عمه دختر عمه‌شان بمیرد، یا حتی پای خواجه با خواجه‌شان ناغافل مو بردارد، نه که بشکند فقط مو بردارد. آن وقت بیا و تماشا کن که چطور می‌کنندش توی بوغ که آی ایوه الناس. آن وقت دیشب خواب بودی تو، من بیدار شدم دیدم صدا می آید، گوش که دادم فهمیدم باران می بارد، نر نر می بارد و گاهی یکی دو تا به همین شیشه می خورد. خواستم چراغ روشن کنم که ببینم، گفتم بیدار می شد. خوب دست بردم آهسته تلفن را از عسلی برداشتم گذاشتم روی سینه‌ام، میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود اگر میتواند چراغ روشن کنم برود توی حیات، برود توی مهتابی سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه های ریز و سرد بخورد به پیشانیش، بچکد روی گونه هاش. همینطور هم فقفق گریه میکردم و فکر میکردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش. در فروردین ماه 1376
اقامتی 9 ماهه در آلمان به دعوت بنیاد هاینریش بول فرصتی شد برای به پایان رساندن رمان جننامه که تحریر آن را 13 سال پیش آغاز کرده بود. در همین دوره برای داستانخوانی و سخنرانی به شهرهای مختلف اروپا رفت و جایزه لیلیان هلمن دشیل همت را نیز دریافت کرد. گلشیری در 12 تیر ماه 1378 جایزه صلح اریش ماریا رمارک را در آلمان دریافت کرد. این جایزه به پاس آثار ادبی و تلاش‌های او در دفاع از آزادی قلم و بیان به او اهدا شد. در مهر ماه همین سال در آخرین سفرش در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت شرکت کرد. سپس برای سخنرانی و داستانخوانی به انگلستان رفت. به دنبال یک دوره طولانی بیماری که نخستین نشانه های آن از پاییز 1378 شروع شده بود، هوشنگ گلشیری در 16 خرداد ماه 1379 در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. وی در امامزاده طاهر در مهر شهر کرج به خاک سپرده شد. پس از درگذشت وی، بنیاد هوشنگ گلشیری برای ادامه تلاش‌های او و حمایت از فعالیت‌های ادبی تشکیل گردید و جایزه هوشنگ گلشیری را برای اهدا به آثار منتخب ادبیات فارسی برقرار کرد.